صدها تن از هواداران نامزدان معترض شورای ولایتی هرات دست به اعتراض مصالبت آمیز زدند. این معترضان میگویند به نتایج نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات کشور باور ندارند و بیشتر این نتایج را برخواسته از فساد گسترده و معامله گری از سوی کمیسیون های انتخاباتی میخوانند. آنها از رئیس جمهوری میخواهند تا افرادی را که به آرای پاک مردم خیانت کردند مجازات نماید. نامزدان معترض شورای ولایتی میگویند تا زمانی که رئیس جمهوری به خواسته های مشروعشان جواب ندهد دست از راهپیمایی و تحصن بر نخواهند داشت. خلیل رسولی گزارش میدهد. تحصن نامزدان معترض شورای ولایتی هرات وارد هفتمین روز خود شده است. این بار بر علاوه نامزدان، هواداران آنها که از شهر و برخی ولسوالی های این ولایت گرده هم آمدند، به رسم اعتراض مسیر چوک سینما الی ساختمان ولایت را دست به راهپیمایی زدند. معترضان در این اعتراضشان از رئیس جمهوری می‌خواهند تا با فساد اداری مبارزه کند و کسانی که بر اساس تقلب و معامله‌گری وارد این پروسه شدند را به محاکمه بکشانند. شماری از نامزدان شورای ولایتی هرات که به لیست ابتدایی در رده بالا و نام آنها در لیست نهایی حذف شده، با شمار دیگر از نامزدان از روز چهارشنبه هفته گذشته با برپایی خیمه در مقابل دفتر سرپرست ولایت هرات تحصن کردند و تا هم اکنون این تحصن ادامه دارد. این نامزدان تاکید می‌کنند که شماری از نامزدان که در لیست برنده هستند با پرداخت 75,000 دلار آمریکایی به مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات و شورای ولایتی راه یافتند. این افراد می‌گویند اسناد موثقی در دست دارند. ما تمام اسناد با صوت هایی که داریم، با تصویر هایی که داریم، ما به محضر محکمه نشان خواهیم داد که در انتخابات نتایج نهایی انتخابات متاسفانه خیانت صورت گرفت. واقعا بیان ببینن که در هرات چی جفای شده، رأی مردم چی قرص معامله شده با پول هایی که تبالا شده بین بعضی از افراد. ما میخواهیم که کمیسیون عدلی و قضایی دایر شد و اینا به محاکمه کشانده شد. تنها نامزدان شورای ولایتی هرات نیستند که به نتیجه نهایی اعلام شده اعتراض دارند، بلکه شماری از نامزدان معترض شورای ولایتی فرانیز از نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی این ولایت راضی به نظر نمی‌رسند. این نامزدان معترض شورای ولایتی هرات و فراخ می‌گویند اگر رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت می‌خواهند با فساد مبارزه نمایند، آنها مدارکی دارند که ثابت می‌سازد در کمیسیون‌های انتخاباتی چند تن بر اساس معامله پولی و سیاسی راه یافتند. تقاضای ما جناب رئیس جمهوری است که از همین اکنون اگر می‌خواهی که مردم را با حکومت وحدت ملی منسجم بسازی، از آرای فعلی مردم دفاع کو. تا اون روزی که از مرکز رئیس جمهور یک محکمه ویژه رتین نبکنه و نباید از ما پرسان نبکنه که شما چرا، حق شما کجا پایمال شده، کی بوده کی خیانت کردن، کی بوده کی پول خوردن، کی بوده کسانی که رأی نداشتن آوردن. پس تا بول از ما اعتصابات اعتراضات خود دوام میده. دو سه روز هست که آقای رئیس جمهور آمد اشرف غنی به کابل، ولی تا به حال اقدامی نکرده. این در حال است که بیش از 25 ولایت این معضله و این مشکل وجود داره. اعتراض نامزدان معترض شورای ولایتی هرات پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی کشور بالا گرفت. آنگونه که معلوم می‌شود 6 تن از نامزدان که در لیست ابتدایی نتایج انتخابات شورای ولایتی هرات بودند در لیست نهایی دیده نمی‌شوند و 6 تن دیگر جایگزین آنها شدند و این معترضان این تغییرات را ناشی از معامله‌گری و فساد گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌دانند. نه بر اساس آرا.